بله، در ارتباط هستیم با حمید از هلند. حمید عزیز بفرمایید. با سلام خدمت برادر عزیز مسعود فشتی. سلام خدمت شما. خسته نباشید. درود بر شما. من می‌خواستم اول از همه خسته نباشید بگم به دستمکاران تمام سیمای آزادی و همچنین از این فرصت استفاده کنم تسلیت بگم به تمام خانواده‌های قربانیان فاجعه کرونا که در این سال نو و در این عید به جای شادی در سوی عزیزمشون هستن، ما هم در غمشون شریک هستیم. و همچنین میخواستم درود بفرستم به زندانیان شورشی در سراسر کشور که واقعا سنگی تمام گذاشتن و همونطور که برادر در پیامشون گفتن حق گرفتنیه و تنها راه شورش و آزادیه که اخیراً در زندان سپیدار اهواز مشاهدهش بودیم که واقعا گرکاشن. ولی در رابطه با موضوع برنامه‌تون من میخواستم بگم که با توجه به ماهیت ارتجایی آخوندها نمیتونه نمیخواد که کاری برای پیشگیری و حل این فاجعه بکنه، چون در این 40 سال فقط قتل و غارت و سوزو تروریست کار دیگه نکرده و حتی در این شرایط بازم به فکر خودشه که چند سوایی بیشتر در قدرت باشه و بیشتر جنایت بکنه. حتی همون جوری که شما در جریانش هستین کمک های بین المللی رو که از پزشکان بدون مرز بهشون خواستن بدن که قبول نکرد و تنها به فکر اینه که تحریم ها کم بشه و بتونه پولی بگیره و خرج دستگاه تروریست و صدور اجرای خودش رو کنه. و من فکر میکنم که این فجایعی در ایران و در حاکمیت آخونده پایانی نداره و تنها علاج این دردها در سرنگونی تمامیت این رژیمه که به امید خدا توسط کانونهای شورشی و ارتش آزادی محقق میشه. من دیگه وقت شما رو نمیگیرم، از حضورتون خداحافظی میکنم و عرضی سلامتی براتون دارم. درود بر شما حمید عزیز از هلند و چه یادآوری به جا و خوبی کردید. رابطه بین سوابق 41 ساله رژیم در قتل و کشتار و غارت با اونچه که امروز در صحنه امروز ایران در وضعیتی که مردم با ویروس کرونا مواجه هستند از این رژیم می‌بینیم که این قانونمندی کاملا قابل تشخیص است. ممنونم از حمید از هلند. عرض کنم خدمتتون که مطالبی که مردم تو فضای مجازی می‌نویسند بازتاب دهنده همه حرف‌های حق مردم ایران است. اونجاست که تا حدودی از کنترل و سانسور رژیم خارج میشه. توی یکی از این پست‌های فضای مجازی من دیدم نوشتن که بسیاری از مردم کسب و کارشان تعطیل شده و درآمدی برای درآوردن پول آبونان خود ندارند. آخوند روحانی از مردم می‌خواهد که به خانه‌ها بروند. ما چگونه به خانه برویم در حالی که گرسنه ایم و فرزندانمان گرسنه‌اند؟ آدم‌های محرومی که از سطل‌های زباله، پلاستیک و وسایل بازیافتی برمی‌دارند می‌گویند اگر همین کار را تعطیل کنیم گرسنه می‌مانیم. الان همه ملت این سوال را می‌پرسند که چرا خامنه‌ای 100 میلیارد دلاری را که در حساب فرمان اجرایی به اصطلاح امام دارد برای مردم مصرف نمی‌کند. مردم می‌گویند مگر خامنه‌ای نمی‌بیند که مردم گرسنه مجبورند کار بکنند تا نان در بیاورند و به علت همین آمدن به خیابان بیمار می‌شوند و می‌میرند. پس آن همه پول که خامنه‌ای دارد چرا نگاه داشته و اصلا چرا باید یک آخوند این همه پول داشته باشد؟ اینها سوالاتی است که به گواهی بسیاری از تصاویر و گزارشاتی که خبرنگاران سیمای آزادی در شهرها و روستاهای مختلف ایران و در میان مردم ارسال میکنن این سوالات مطرحه و به همین ها است که زمینه اون قیام ها و اون شورش ها رو ایجاد میکنه. به خاطر فعالیت خبرنگاران سیما در رساندن اخبار و همین کلیپ ها از نقاط مختلف ایران هست که هم ما ازشون بسیار متشکریم و هم رژیم ازشون بسیار گزیده. دوستان عزیز، میرسیم به
یکی از گزارشات خبرنگاران سیمای آزادی، این بار از مازندران. سلام، خبرنگار سیمای آزاد. امروز 10 فروردین 1399، عیدتون مبارک. من از مازندران تماس میگیرم. اینجا از همین شهرها نمیشه گفت، ولی از شهر خودمون حدود 16 نفر به کرونا مبتلا شدن. حال 3 نفرشون وخیمه، ولی حاضر نشدن بیمارستان اینا رو بستری کنن چون جا نداشتن. بعضی از باشگاه رو خالی کردن برای همین بستری بیمارا، ولی هنوز ازش هیچ استفاده ای نشده. چراشو دقیق نمیدونم، شاید دستگاه های مورد نیاز رو ندارن. تو این 2 روز 4 نفر کشته داشتیم که کوچکترینشون، کم سنترینشون 35 ساله بود. بعد فعلا شهر حالت حکومت نظامی گرفته، ماشینا نمیتونن رفت آمد کنن، جلوشون گرفته میشه، از این شهر به اون شهر نمیشه رفت، اجازه نیست. جریمه سنگین گذاشتند، جز این ماشینا رو هم بازداشت میکنن، یعنی اجازه نداریم تا 1 ماه ماشینا رو پس بگیریم. با امید پیروزی. بله، ممنونیم از خبرنگار سیمای آزادی از مازندران. میریم به آلمان، جایی که جواد روی خط است. جواد عزیز بفرمایید. سلام علیکم. سلام بر شما. حضر مسعود. درود بر شما. خسته نباشین، خدا قوت. درود بر شما. ایشالله که همیشه شما و همکارانتون و تمام اشرفی های در اشرف سه سالم و سرحال باشن که بتونن این مبارزه رو پیش ببرن و ما هم همگام با شما بتونیم کاری بکنیم. در اصلت من از اینکه مزاحمتون شدم میخواستم یه خبری رو فقط بهتون بدم در رابطه با پنهانکاری رژیم در مقابل این ویروس کرونا. چندی پیش یکی از نزدیکان ما که در همین رابطه فوت کرد گفتن که به معنی که ما زنگ زدیم که مثلا آمبولانسی بیاد یا چیز، گفت در 3 تا 5 دقیقه طول نکشید که یه ماشین اومد، یه سری پاسدار اومدن پایین و با خیلی سریع، این آدمای حرفه‌ای که دیگه معلوم بود که مثلا این اولین کارشون نیست، سریع این پیکر رو بسته‌بندی کردن و گذاشتن تو ماشین و به ما هم گفتن اجازه ندارین بیرون بیاین و حتی صحبت کنین، چون الان نمیتونیم بیشتر از 2 نفر جمع بشین دور هم به خاطر همین. و ما هم اصلا نمیدونیم این جنازه رو کجا بردن و به ما هم هیچ اطلاعی ندارن. منظورم از این بود که این جور مسائل خیلی تو ایران زیاده، به خاطر همینم هم افشا شدن بیشتر تلفات این ویروس نمیتونه به همین سادگی باشه. این یه نمونه بود که ما خودمون به ما رسید از این طریق گفتن، که من میخواستم به شما بگم که شما به در جریان باشید، مردممون تو داخل در جریان باشن. و از طرف دیگه درود میگم به کانونای شورشی، خسته نباشه انشالله، و همچنین زندانیان که تونستن با رزم خودشون این رژیم رو شکست بدن. یه زندان نه چند تا، حالا بیش از 6-7 تا ما این مورد رو داشتیم. همینطور که آقای دکتر بوسو هم گفتن، احترام به قانون اون کشور گذاشتن، به معنی این که اول باید اون رژیم رو قبول داشته باشیم، نه اینکه این رژیم تمام سرانشون خودشون دزدن و یک سری آدمایی که حتی به خاطر نون شب مجبور شدن که دست به کار خلاف بزنن، اینا رو وادار کنن تو زندان ها باشن. پس همونطور که برادر مسعودم گفتن، درود، درود، شورش و آزادی. و همین اینو از همه مردم ایران میخوام، فردا روز 13 بدره، میتونن بیان بیرون و این نکبت رو از جامعه ایران پاک کنن.
دیگه بیشتر از این تحمل نیست برای مردم. هر روز که بگذره بیشتر از مردم ایران تلفات میگیرن و اون روحانی پس فطرت هم میاد با دروغای وقاحتش که آدم میبینه فقط هیچ کاری نمیتونه، فقط نگاه میکنه این چقدر وقیه میاد آمارای بی خود میده توی. ببخشید که من خیلی حرف زدم.